میرم خونه مادرم، اونجا رو فروختم ولی فکر کنم یه چند روز دیگه بتونم اونجا بمونم. خب اگه دلتون بخواد خونه ما هم هست، اونجا میتونیم بمونیم. خونه شما؟ یعنی جایی که شهرام دوش کشته شد؟ شما که دیگه میدونین حقیقت چیه، چرا این حرفو میزنید؟ حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که من و تو هیچ وقت نمیتونیم کنار هم بمونیم. برای بیژن و دوستش هر کدوم 3 سال حبس برید. همه دارن تابون بازی خوردن از کسی رو میدن که خودش هم معلوم نیست کدوم گوریه. 1 سال حبس، میفهمی؟ اونم به خاطر کسافتکاری و پلیدی های تو. محبوب یک کسافت، همه چی رو نابود کرد. او تا دادگاه که زمانی نمونده، تو شنبه ساعت 10 صبح. میدونی چی آزارم میده؟ که این دختره اینقدر عجله داشت که حتی صبر نکرد من بیام بیرون. به طلاق راضی شده، خودشو آماده کرده، ولی میخواد دخترشو ببینه. دخترش؟ کیمیا، یادت که نرفته؟ اسم اون بچه تو شناسنامه اونم هست، همینقدر که تو مادرشی آرشم پدرش. زنده شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ آزاده رو من از خرم شهر آوردم. آزاده امانت صمیمیترین دوست منه. اگه من نمیخواستم که اسم آرش تو شناسنامه آزاده وجود نداشت. گوش کن ماما، من فکر میکنم ما حرف هم دیگر نمیفهمیم، ولی تو دادگاه خیلی قشنگ بهش حالی میکنن حرف منو، خیالتون تخت. آرش، من نگران آه و نفرین این خانوادم. ها نگران کاری باش که دارن سر زندگی من میارن. آرش، آرش. سلام مادر. سلام. خوبی؟ شما خوبی؟ قرارمون همونجا بود. سلام. سلام. خب بفرمایید، آمادید؟ آماده ای؟ نه آماده نیست. باز چی؟ دوباره میخواد شروع کنه. یعنی شما ما آماده نبودم که الان اینجا نبودم. طلاق میخواد، طلاقشو میدم. اوضاع مالی من خیلی خوب نیست ولی مهریه‌اش هم آماده است. بچه هم پیشش بمونه. دیگه چی می‌خواید؟ ببین من پشت اون چشات دارم یه اما اگر و شرط ببینم. اما اگری تو کار نیست. آرشان اصل مطلب رو بگو مادر. ماما این که می‌خوام بچه‌مو مرتب ببینم این اصل مطلبه، اینم باید بگم. صبر کنین. منظورت از بچه کدوم بچه؟ اون بچه‌ای که تو شناسنامه میگوش کن منو چه. اگه دنبال دردسر می‌گیری همین الان بگی. من اومدم اینجا توافقی قضیه رو حل کنم. اگه پی ارکشی هستین باشه بگرد تا بگردین، طلاق به طلاق. بریم. برای چی میخوای خودتو بدبخت کنی؟ ول کن بچه رو، بده بهش بریم. نه چی برم اون بچه زندگیمه، برای چی باید بدم؟ گوش کنین. میخواد از حقوق قانونی خودش استفاده کنه. خب بکنه. باشه. من سعی می‌کنم درستش کنم. شما استفاده کن. طرف نوزه برم. آقا اجازه بفرمایید. باشی فیاری نخواه خودشون. 2-3 دقیقه به ما مهلت بدین. چشم بر خدمت هست. چشم برو. فروخ ببین یه شرط کوچیک داره. همین شرط و شرط با من میشه. با پس چرا اینجا اومدی؟ نمیخوای از شرش خلاص شی؟ نمیخوای کار فیصل پیدا بکنه؟ طلاق شرطش چیه منچو جان؟ بابا چیه شرطش؟ هیچی گهگو داریم بچه رو ببینه. آزاده رو ببینه؟ نه گوش بده دایی جان، قانونم میتونه همچین تقاضایی بکنه چون قانون این اجازه رو بهش داده. گوش بده، من میدونم بعد از 1 ماه از سرش میفته، میره همون خراب شده که ازش اومده. تمام. اون آزاده منه، من به خاطر خود اون بچه اجازه نمیدم. آرش نقشه داره، آرش برنامه داره. بابا من اجازه نمیدم، اجازه نمیدم. گوش بده، بین ما تو بهتر از همه میشناسی که آرش چه جونه بریه. با این بازی طلاق دادن ندادن انقدر ما رو چرخ میده، انقدر چرخ میده، یه کاری میکنه که موات رنگ دندونات بشه. نه با روح پدرونه یه چیزی بهش بگو.
درستش میکنم. کجا میری فرخ؟ نره یه چیزی بگو بدتر لج کنی. حواست باشی چی بگی. سلام فرخ. علیکی سلام. ببخش من تو. خواهش میکنم. آرش، فکر کنم یه جو غیرت و وجودت هست که به خاطر جبران خطاهای گذشته بیای قال این قضیه رو بکنی و بره پی کارش. فرخ اینجوری نگین، من برای شما خیلی احترام قائلم. اگه غیرت نداشتم اینجا نبودم و تصمیمی رو نگرفته بودم که دلیلش فقط یه چیزه، اونم احترام به شما و مادرم. پس این بساط این علم شنگه به خاطر چیه؟ بساط کدوم آقا فرخ؟ حقمه. حقت شما نسبت به اون بچه هیچ حقی نداری آرش. چرا ندارم آقا فرخ؟ همونقدر که اون دختر مادرشه منم پدرشم. معذرت میخوام، من تو اون گناهی کردم و نکردم و دادم رفتم زندان. ببینم نکنم مثلا منکر این قضیه بشیم که اسم اون بچه تو شناسنامه منه. آرش تو واقعا میخوای اون بچه رو ببینی یا در پی آزار و اذیت دختر منی؟ اما شما یه چیزی بشم خواهش میکنم فرخ، آزار و اذیت کدومه؟ شما که قصه زندگی منو بهتر از هر کسی میدونی. آره ندارم و ازم گرفتن، تو اون گناهی نکرده و کرده بقیه رو من دادم. اینم تکلیفمه با خانوادم. اون دختر دیگه تنها دار و نداره منو تو زندگی. همین. خانواده های مشفق و پارسا، پس چرا معطلی؟ بفرمایید داخل دیگه، وقتتون داره میگذره. بفرمایید. مهری جان بریم انشالله حل. بستن کتاب یه زندگی هر قدرم که دلگیر باشی کار آسونی نیست. ناشکر نمی کنم، لحظات شیرینم زیاد داشته، ولی وقتی به روزایی فکر می کنم که مادرم تا پای چوبه دار رفت، وقتی به 2 سال آوارگی پدرم و بیتابی خودم فکر میکنم، وقتی به تمام مشکلاتی که برای خانوادم پیش اومد فکر میکنم، میبینم که نمیتونم آرش رو ببخشم. اون همه این سالا همراه خانواده ما شد تا نقشه های پدرش رو پیش ببره، از همه چیز خبر داشت. نمیگم دوستم نداشت، آرش یاد گرفته بود عاشق باشه ولی حقیقت رو مخفی کنه. یاد گرفته بود از عشق برای منافع خودش و پدرش استفاده کنه، ولی برای من عشق بدون صداقت هیچ مفهومی نداشت. مامان دل باشون میانه میا بیرون. نه الان تو برو، من برو تو مواظب باش خیس نشی، سرما نخوری، آزاده. اشتباه کردم، از روز اول تردید داشتم. آدم وقتی تردید داره نباید آیندش رو بسازه. آدم باید وقتی آیندش رو بسازه که مطمئن باشه تا بتونه پای انتخابش وایسه. با یه بله اشتباه چند سال از عمر آرش رو تلف کردم، چند سال از جوونی خودم رو هدر دادم. بلد نبودم، دنبال تکیه گاه میگشتم چون پدرم نبود. بچگی کردم، با یه تصمیم غلط عجولانه همه رو تو درد سر انداختم. وقتی یاد چشمای نگران و بغض‌آلود مادرم میفتم از خودم خجالت میکشم، از همه لجبازیام، از همه خودسریام. جوونی کردم، چقدر خود رأی بودم، چقدر خام. دلم میخواد چله بشینم، دلم میخواد دل مادرم رو به دست بیارم. یادم یه روز به هم یه چادر هدیه داد، ولی هیچ وقت مجبورم نکرد بپوشمش، حتی ازم نخواست. امروز احساس میکنم وقتشه،
میخوام مهرش رو دور خودم بپیچم. دلم میخواد هدیه مادرم همه وجودم رو در بر بگیره تا احساس کنم همیشه تو آغوششم. جلسه دو طول کشید دیگه با ما اینجا قبول حق باشه کو بچه خوابیدن اینقدر شیطونی کردن آره با بردم شون پارک و آتیش سوزوندن و بابات نیومده؟ نه هنوز گفتین رفته هلال احمر نه؟ آره خودشون گفتن بیاد دیر نکرده؟ حتما یه جای کار داشته مگه امروز ملاقات آزاده نبود؟ نه فرداست خب خودشون گفتن بیاد که اون وقت بس برچی رفته هلال احمر یعنی خبری شده؟ چه میدونم مادر ایشالله خیره خودشون مامان میگم شاید که بی خود دل شده نه 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 ایشالله من شما حاضر کنم مامان من شما آماده کردم اگه میخوام براتون بیارم بچه ها خوردن؟ بچه ها خوردن خوابیدن بیارم شما براتون نه نه من بابات میخورم بیا قرمز شد باز بغل کن از دارو مامان جان پاشو زیر زمین کامران جان مامان پاشو بریم زیر زمین قربونت برم من پسرم کیمیا بود و مادر مامان جونم نه ترس نداره دورت بگردم نه ترس الان میریم زیر زمین من چراغ روشن میکنم قربونت برم من براتون الان قصه میگم نه ترس بودو کیمیا چشم برو تو برو مادر بودو مادر جون بودو برو کنیم برو حواست باش کامران یواش 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 بگرده باش جانم بپا جانم بپا قربونت برم جانم کیمیا بیا چشم مادرم میام ازاده میترسی؟ نه ترس نداره الان من قصه بیا ببین روشن شو من قصه خوشگل بگم یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود هیچ کس نبود توی شهر خوشگل یه شهر خیلی دور یه شهری که پر از نور بود پر از آب و دریا و رودخونه بود پر از درخت و پرنده بود یه دختر خوشگلی صبح به صبح چشماشو باز میکرد اسمش چی بود؟ آزاده آزاده خانم آزاده مثل همه بچه ها مثل تو مثل تو صبح که بیدار میشد به همه سلام میکرد به پرنده ها سلام میکرد به درخت ها سلام میکرد به رودخونه سلام میکرد به خورشید سلام میکرد به همه سلام میکرد حتی به همسایه ها به همه مردم شهر با لبخند گفت سلام صبح بخیر یه روز آزاده قصه ما از خواب بیدار شد دید هوا هنوز تاریکه انگار همه جا شبه روشن نشده هی سب کرد گفت شاید خورشید در بیاد ولی خورشید بیرون نیومد همه جا همینجوری تاریک مون خدا شکر سفید جون باشد خب خدا بقیهش رو تعریف کن بریم بالا یا بریم بالا بقیه قصتون رو براتون بالا میگم چشم بگیرم جلو پاشون چشم آزاد خانم قصه ما وقتی بیدار شد و دید همه جا تاریکه رفت میشه گلا دید گلا همش رو خوابیدن گفت گلا گلای مهربون چرا خوابی صبح شده بیداشی گلا خمیازه کشان بهش گفتن چه صبحی شده وقتی هیچ پرنده ای آواز نمیخونه صبح نشده ما میخوابیم آزاده بودو بودو رفت سراغ پرنده ها گفت پرنده ها پرنده های خوش صدا چرا آواز نمیخونین پرنده ها گفتن به خاطر اینکه رودخونه خوش شده ما همیشه با صدای آب آواز میخوندیم آزاد تصمیم گرفت بره سراغ رودخونه رفت رودخونه دید اه رودخونه اصلا آب نداره روشو کرد به آسمون گفت ابرا ابرا کیمیا کیمیا مامان جان قربونت برم بیا پایین
سب کن ماما علامی. فرخ فرخ اروا خاک خانی جانت، خودشون بهت گفتن، یعنی با گوش خودت شنیدی؟ آره بابا، مهر ورقو پاره میشه، خودم شنیدم. چی گفتن؟ کیوانو با چند تا نوجوان دیگه آزاد کردن، آوردنشون تو. ای خدا، خدا ای خدا، ای خدا، ای گلم. سلام بابا جزارم قشنگ جان، چشمت روشن، داداشت از اسارت اومده. قربونی سرت برم، مهرت داره میاد مامان جان، از عراق آوردنش تهران داره بر میگرده. خونم بود الهی، خوش آمدی به خونه مادر جونم، برادر داره بر میگرده. قربونش برم، من دورت بگردم مادر جونم، مادر جونم، خدا به خیر بسید. امشب سرکله موشکای صدام پیدا بشه. علی چی؟ من گفتم نورو میخوام بزنم. آره دیگه، هر موقع تو جبه کم میارن موشکا رو میریزن رو سر مردم میشاره. زید اینم بگیم بریم پلاکارده رو بیارم. سلام خدا. سلام عسکر، سلام عسکر، سلام عسکر. خدا حال شما خوبه؟ خدا نباشه اکبر آقا. آقا فتا خالق میروزی رزمندگان اسلام صلوات. این وانه چرا هنو پر نشده؟ میبینی آقا فتا، من از این مردم تعجب میکنم. بابا اون بیچارا تو جبهه به خاطر آسایش ما دارن میجنگن. کسی به فکر نیست آقای عطایی. آره اونا دارن می جنگن که بعضیا تو این کمبوتا هی پول بزنن رو پولشون. من یکی که تو این جنگ خیلی لطمه خوردم اکبر آقا، خودت میدونی. شنیدم کارگاه تو فروختی و رفتی تو کار ارز و طلا. از بیچارگی چیکار کنم؟ مردم وظیفه‌شون رو خوب میدونه آقا عطایی. این وانت دومه که مردم این محله دارن میفرستن جبهه. قضیه چیه اکبر آقا؟ شنیدم پسر پارسا داره برمیگرده. آره چه قضیه؟ شاید داره جنگ تموم میشه. لابد پارتی بازیه دیگه، چون استوار پارسا دیگه الان وصل به اون بالا والایی ها. لا اله الا الله، دست شما ها. آقا امین حسین جان، اون پارسا آماده شده با؟ بله بله. خیلی خب بگیریم سریعتر بریم در خونه آقا پارسا بچسبانیم که الان آقا کیوان میاد. آقا کیوان پات چیزی نیست بابا، اینا عرب جاش گذاشتم به جاش دست اول. سلامتی آقا کیوان بلند سلامات. سختش این جبه، بفرمین داخل، بفرمین داخل. بفرمایید. داداشی پات چی شده؟ پات؟ چیزی نشده داداشی، یه نوش میذارم جاش. خوبه؟ خوبه. قربونت برم ببینم چه مردی شدی واسه خودت. آزاد خانم بیا اینجا ببینم تو الان چند سالته؟ 4 سالم. منو ببین 4 سالته الان؟ باری کلا دو تاتون واسه خودتون بزرگ شدین. چند پنج تایی؟ باری کلا، باری کلا، پنج تا. چیزی نیست بابا، بذار باشم. بدوی بدوی این آفری انشالله. آرش کجاست؟ آرش؟
آخرین بار چی یادت ازش؟ یادم میاد که با هم اختلاف داشتین، تو اومده بودی خورم، شرونم رفته بود خارج. خب دیگه اون اختلاف تموم شد. تموم شد؟ خب از کجا سلام؟ جدا شدیم. دلم عرضی یه ذره شده بود. دل من برای تنگ شده بود، لحظه شماری میکردم برگردم. قیمتش یه پا بود، اگه سالم بود مهمونی همچنان ادامه داشت. بزرگ شدی. میدونی آخرین بار که دیدمت؟ آخرین بار آره، ماما نظیر قرآن ردمون کرد. نه آخرین بار یه آرپیجی رو دوشت دویدی، دویدی سمت تانکوی عراقی، شلیک کردی. بعد اونا به پا تیر زدن، بعد اومدن سمتت، اومدن سمتت گرفتن. از اونجا بودی؟ آره. دیدی چه دماری از روزگارشون در آوردن؟ چه دماری در آوردن؟ اونا میگن حریفت نمیشن برای داشتون. خواهر برداری نشستیم درد دل میکنیم، دورت بگردم، چراغ خونم، قربونت قدمت برم. آمانی هستی نمیشه دیگه قبل باش حرف بزنم. آره واقعا سلام علیکم، خوش آمدی. دایی جان بذار من پاسه تو خود دایی جان بشین با اون پاس بشین خوبیم؟ ای تکشون بخورم شما برم. چه خبر؟ خبر که بزر از اون مدر ماشالله خوش اومدی. ببین چه ریشی بار کرده واسه خودش. ماشالله. خب دایی تعریف کن چطور آزاد شدی؟ والا دایی جان به خاطر تبلیغات خودشون و فشارهای صلیب سرخ مجبور شدن من و چند تا جوانی دیگر رو آزاد کنن. البته منم به خاطر نقص عضوم آزاد کردم، وگرنه حالا مهمونشون. آخه خب اینجوری که میگی میشه نتیجه گرفت که بقیه اسیران به زودی آزاد میشن، جنگ هم به زودی تموم میشه. نه ایشالا جنگ هم تموم میشه. ایشالا چه خوش موقع اومدی منو چه عشق درست کردم برای کیوان عصرونه بخوریم. بعد این همه وقت دست بخت مادرشو بخوره بچه هم قربون اون چشمات برم من. کیمیا بیا سفره بندازیم. کیمیا یه لحظه ببین، میدونم الان وقتش نیست تو این شلوغی این بچه اومد، ولی آرش خیلی بیتابی میکنه، قرارمون که یادت نرفت. نه اصلا داری چشم، گفتم حالا کیوان اومده فردا میارمش دیگه. باشه پس میام خودم دنبالت. چشم. ماشالله الهی من بمیرم تو رو با این پایینجوری کار کردی مادر؟ سلام، شما کی اومدی؟ خوبی؟ تو خوبی؟ من معلومه خوبم، شما چطورین؟ چه خبر؟
منوچهر چطوره؟ اومده بودم یه خبر خوب بهت بدم. خبر خوب؟ خبر خوب چرا که نه؟ اتفاقا خیلی بهش احتیاج دارم. کیوان آزاد شد. فقط پاش. پاش چی؟ قطع شد. باز خدا رو شکر. چمدوناتو بستی؟ کی میری؟ الان عجله داریم، میخوام زودتر برم. چرا دیگه؟ میخوام زودتر برم. خب تو وقتی ایرانی من همش نگرانم. برای چی نگرم؟ قربونت برم. ها؟ نگران نباش، من دارم رفع زحمت میکنم. البته من که میدونم این حرفا رو از زبون خودت نمیگی، مرگ اوناست، خصوصا اون دختره کیمیا. نه نه از... نه چی؟ من بچه هم، شما رو نمیشناسم. چرا من فکر میکنیم اما؟ خیالت چه، من دارم میرم، کاری هم با کسی ندارم. عزیز دلم، اون داره زندگیشو میکنه، تو هم زندگی تو بکن. اون تو رو فراموش کرده، تو هم فراموشش کن. منم اونا رو فراموش کردم، منم باشون کاری ندارم، ولی من میدونم اونا چی میخوان. اونا میخوان من دخترم هم فراموش کنم، ولی من دلیلی برای این کار نمیبینم. همین. تو نمیتونی با شرایط جدیدت کنار بیای. کدوم شرایط؟ پسرم، تو صبح تا شب نشستی اینجا غرق گذشته ای. خب چی تو اون فکرته؟ من که معلومه چی تو فکرمه. اونا معلومه، اونا میخوان من بیخیال دخترم بشم، ولی من این کارو نمی کنم. ماما، من باید دخترم ببینم، خیلی زود، قبل رفتم افته باشم. سلام، خوب این زنده ای؟ ممنون، حاضرین بریم؟ حالا یکم طول میکشه، بفرمایین تو. نه مزاحم نمیشم، من منتظر میشم. بفرمایین تو، آخه طول میکشه. نه اشکالی نداره، منتظر میمونم. باش، ببخشید. خواهش میکنم. ماما، من دوست ندارم برمشه با بابا درمشه. عزیزم، ماما مهتاب اومده دنبالت، باید بری. بیا این لباس قشنگت هم بپوش. بیا عزیزم اینجا. نمیخوام برم بشه بابا آرش. ای دختر خوشگلم، بیا بپوش بعد بری. نمیخوام برم بشه بابا آرش. ای دختر قشنگم، چرا بعد بری؟ بابا آرش رو دوست ندارم. قربونت برم، بابا آرش رو باید دوست داشته باشی. نمیخوام برم بشه بابا آرش. دخترم مزاده، داری دختر بدی میشی. ای مامانی ببینمت. من نمیخوام، ما با من میای. بله میام، تنها نمیفرستمت، منم باهات میام. حالا میری؟ آره. آره من باهات بیام میری؟ آره. دیگه قصه نمیخوری؟ قربونت برم. مامانو بوس کن. آفرین. بریم. بریم. ممنون که میام. قربونت. بیا بریم، بیا بریم مام. بیا. میخواییم بریم اون طرف، بریم پیش بابا آرش. زنده جونم، من دیگه همینجا منتظرتون. باش زود برمیگردم. بیا
بیا بریم مامان، بیا بریم قربونت برم. بریم بابا آرش ببینم. سلام علیکم، چه دختر خانم خوشگلی. ببینم من یادت میاد؟ نه یعنی نمیدونی من کیا؟ ببارش بیا دیگه، دختر من یادش نمیاد. این چه حرفی میزنی مادر؟ داری میبینی دیگه چه حرفی؟ دختر خوشگل من بابا آرشم، این عروسک هم عروسک شماست. میخوای؟ بفرم. بگو ممنون بابا آرش. خوشگله، نگاش کن کفشش در مده. نه کفشش پاشه مومو، نه کفش اینجوریه. بیا عروسک تو دوست داشتی؟ ببخشید معطل شدی. عروسکت رو ببینم چقدر خوشگله. خیلی خوشگله. بریم بازم ممنون که اومدی. خدافظ زنده. کیمیا آرش داره میره، چمدوناشو بسته داره میره. آره بعد از این میتونی با خیال راحت اونجوری که دلت میخواد بچه تو بزرگ کنی. خدا حافظ. خدا حافظ. این دهنش بزرگه. پول نداره. عروسک قشنگی. اینو کی برات خریده؟ بیش نقاشتو ببینم. آره بس ببینیم چی کشیدی دیگه. اینم بابا آرشه؟ آره. نه بابا این خورشیده. این خورشیده، این پایینش بابا آرشه. آزاده کی از رو پای دایی پایین بودو بابا زیاد بشه. نه بابا دایی پر بود دست دوا کنه خوهر جم. اه دلم تنگ شده. این مریم بهش نشون بده این ماتو کشیدم. خیلی داداش ماچ بده. چی شد امروز بردش آرش ببیندیش؟ آره امروزم بردمش. خیلی نگران این دیدن و یه وقت و بی وقتش بودم، ولی امروز اندایی گفت مثل اینکه آرش داره میره از ایران برای همیشه. خدا کنه برای همیشه بره. احبا میبینم که خواهر برادری جیک تو جیک نشسته. بابا جون بفهمید کیمیا باید کمک کنی برادرت دیگه دیپلمشو بگیره مامان جان. بله که کمک میکنم معلومه انشالله، ولی قبل از هر چیزی باید تکلیف این پا مشخص بشه. بابا تو قصه پاتو نخور. درست میشه درست میشه انشالله. پا برات میذاریم میدویم فوتبال بازی میکنیم. اعلام خطر یا وضعیت قرمز و من دوباره قرمز شد. هفته بعد آماده. هفته بعد مسابقه آماده باش. باش. بچه های محلم جمع کن. آقا کیوان. جان. اینجا یه پا داریم. دو پا داریم. یه پا داریم. همه جوره داریم. ولی هممون. سلام دستی شد.
داری؟ حال شما خوبی؟ زنده باشی. کیوان میافتی؟ یا نمیخواد؟ کیوان میافتی؟ بابا! 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 کیوان! سلام! سلام! مادر چطوری؟ سلام! بابا حداقل یه روزی انسان بابا نیست بیا بگی اصلا تمام یواش کاش نه و نمیافتم مبارکت باشه چه راحتی بابا یواش یواش عجله نکن آها اصلا بشینم از اونجا تو اینجا بیا اصلا اومدی آره دیگه همینجوری بیا ببین دیدی گفتم نوشا میندازم آره خیلی راحت بود خیلی یعنی او ولای شد از چرا اینو آره دیدی گفتم پسرم از دستش بر نمال شما نکن بابا چیزی نیست دیگه پای دیگه فوزولای هست کار داری با پا ببینم پارو راحت باش کیوان ها اینی پای خودت شده آره دیگه اندازش همونه یعنی خیلی خوبه به خدا از اون اصلا نه خیلی از این اسبابت خدا رو شکر من بابا این که اسباب بازی نیست خدا رو شکر انشالله فوتبالم باش بازی میکنیم انشالله فوتبالم باش ولی بابا سه مدت بهتر با این چوب دستید را بیاری بابا جان نیازی نداره اصلا من همین الان حاضرم با شما مسابقه دو بدم مسابقه چرا بابا خدا نمیخوای استوار ارتش بودم استوار ارتش شما سرهنگ هم باشی من باید مسابقه ایسالله من کنکور بده فعلا باید برمش درس بخونه مهندسی عمران مهندسی عمران کیمیا خانم از فردا من تو اتاق سوال جواب و اینه هر وقت هم روش زیاد کرد پاشه برم نیری قایم آره پاشه برم نه نه کیمیا به خاطر انتخاب غلطش گرفتار شد آره انتخاب غلطش به خاطر من چطوری فکر میکنم؟ شما بگین، شما بگین من بعد در شما چطوری فکر کنم؟ میخواستم کتاب از طرف تو هدیه بدم به پیمان اول من همیشه شما رو تحسین میکردم آقا پیمان، خیلی ممنون از این همه تحسین خوبم تو خوبی؟ چقدر تغییر کردی؟ یه لحظه به نظرم آشنا اومدی تو که میخوای غرورتو بندازی جلو و دلتو پشتش قایم کنی؟ من دلمو به بازاری نمیبرم که